که یه خوش اومدیم همه این بزرگوارا آدم رنجه کردیم، محبت کردیم، از این که من جسارت میکنم شروع میکنم به بزرگی خودتون ببخشید. ولی من خواستم این بار داستان سعید رو از یه منظر دیگه بهش نگاه کنیم. همیشه سعید رو از مادرم، پدرم تا حدودی شنیدیم. این بار خواستم درد و دل یه خواهر رو گوش بدیم. 16 سال شب تا صبح اشک ریختن، همیشه گوشه دلت زخمی بودن. اینا رو خیلی دوست داشتم برای شما. من یه دلنوشته خیلی کوچیکی از این چیزی که 16 سال به ما گذشته خیلی خواهرانه نوشتم. لحظه های امروز بوی غم و درد، بوی ناز، بوی موندگی، بوی تکرار، انگار همه چی تو همون سال مونده. سال 78، 16 سال پیش، ثانیه ها کن میگذرن و سنگین بی هیچ تفاوتی، درست مثل همون سالا، پر از درد، پر از استرس، پر از عشق، پر از امید. امیدی که مدام جاشو با ناامیدی عوض میکنه و باز تکرار و تکرار. 16 سال تکرار. نمیدونم 16 سال میشه چند ماه، هفته، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه. فقط میدونم توی تمام این لحظه ها یه حس تکراری مدام با هم بوده. غم نبودن تو، غم نبودن توی تموم ثانیه های این 16 سال تکرار شده، همونقدر تازه، همونقدر تلخ و همونقدر جانسوز. تنها چیزایی که توی این سال تغییر کرده چروک های صورت مامان و آقاست و موهاشون که هر روز سفید و سفیدتر میشه. لازم نیست به عمق نگاهشون بریم. چشای خیس از اشکشون رو که باز بکنن به راحتی میشه غمشون رو فهمید. گم کرده دارن، گم کرده ای که وجب به وجب این خاک رو دنبالش گشتن، اما بی جواب. مفقود الاثر، چه کلمه سنگینی. میترسم از مادر شدن، میترسم از روزی که بچه ای رو که دوست دارم اسم تو رو روش بذارم، بذارم تو بغلم و تازه بفهمم مامان چی میکشیده. خیلی سخته. من میخوام بگم این فشارها، این ناراحتیها، این غمها، این از دست دادن فرزندها، این نسل و این چنین بار آورده که میشه بسیار بسیار به آینده امیدوار بود. من امیدوارم که در هر حال حد اقل این است که برای این مادر و اون پدر خال روشن بشه این بچهشون چی شده. یک آدم با شرف از این تو پیدا بشه بیاد، حتما این آخر عمرش هم هستیه، 16 سال داره، بیاد بگه که با به سر این بچه چی آوردیم، چگونه شد این بچه، چگونه کشته شد، چگونه از کنم که یا کشته نشد یا هر چی هستش، این رو بگه و قلب این پدر و مادر و خواهر و اقوام همه ما رو خوشحال کنم. عنوان این سروده هست وقتی گریستی. وقتی گریستی می و میخانه می گریست، در سوگ عشق باده و پیمانه می گریست. چشمت چو دید ساقی در خون تپیده را، ساغر صفت میانه میخانه می گریست. باور مکن که یکه و تنها گریستی، گر در کنار آینه و شانه می گریست. خاموش شد به بانگ ستم شعله های شمع، بر روز قوم شب زده پروانه می گریست. وقتی که مرغ عشق گرفتار دام شد، هم دام ناله می زد و هم دانه می گریست. او پر به خون خیش همی شست بیگناه، مادر به عمق فاجعه در لانه می گریست. بانگ و ندای ملت ما بانگ زندگیست، هر سرو سبز در غم کاشانه می گریست. آزادی است
گوهر یک دانه بشر، چشم وطن ز دوری دردانه میگریست. کر بود خنج مسجد خود شیخ دین فروش، ورنه چو غم ورنه ز غم چو استون حنانه میگریست. این گریه خنده ایست به ریش ستمگران، ورنه امید در غم دنیا نمیگریست. میخوام بدعت بگذارم، به افتخار شهدا میخوام دست بزنم. ای ز نسل سربداران یادگار، سرو جاویدانه سبز سربدار، ای شهید سنگر عشق و جنون، رفته تا معراج پاک خاک و خون، ای بنامت کوچه های معرفت، وید به دوش تو ردای معرفت. بس مبارک بادتان پرواز عشق، زنده جاویدی اعجاز عشق. مانده ایم و دردها را دیده ایم، ضربه نامردها را دیده ایم. خاک ریزی رو به دشمن نیست، نیست بر غم همسنگران باید گریست. از تو و خونت چماقی ساختند بر سر آزادگی، بر سر آزادگی ها تاختند. هر که آمد حکم تنفیذی گرفت، شد مقدس ناگه از حکمی شگفت. کوچه و برزن پر از تصویر توست، لیک مکتب عاجز از تکثیر توست، لیک مکتب عاجز از تکثیر توست. بس برادرها، بس برادرها به زندان خفتند، زان که از ما گفتنی ها گفتند. وای اگر برخیزی و اسیان کنی، یادی از گلواژه ایران کنی. وای اگر پرسی ز خون و کوچه ها، وای اگر پرسی ز احکام خدا. گر ز قانون اساسی دم زنی، ور که از جرم سیاسی دم زنی، بیگمان مزدور آمریکاستی، یا منافق یا خدا نشناستی. چشم امید همه راه شماست، روح پاک و جان آگاه شما. داشتم با سعید صحبت کنم، دوست داشتم با سعیدی صحبت کنم که اگرچه به صورت ظاهر اینجا نیست اما هست. کسانی بر در خانه تو مشت کوفتند
و تو رو به طبقات پایی فرا خواندن که از قرآن لباس پوشیده بودن و بنا بر این بود که در پیشگاه درستی و ادب متواضع باشند، سر خم کنند. و تو به اعتبار همون فریبی که نسل ما خورد پایین رفتی و رفتیم که رفت. این روزها سید عزیز قرار هست یک شادمانی برپا کنند به خاطر مثلا پایان یافتن مذاکرات هستی. این شادمانی جهالتی است افزون بر جهالت پیشین. شادمان باشند، دل خوش کنند، پایکوبی کنند. این پایکوبی نیز مرتبه ای است از جهالتی است که دست به دست باز هم برای فریب ما به پیشگاه ما سر فرود می‌آید. گفتم بخش عمده‌ای از آخوندها تو این سرزمین مخاطبین خودشون رو به جهالت دعوت میکنن، به دروغ دعوت میکنن، به فریب دعوت میکنن. گفتم تعداد افزون شونده گنبدهای امامزاده ها برای اینه که آخوندهای ما محتاج فریب مخاطبین خودشون هستن، محتاج جهالت خودشون هستن. گفتم هیچ آیت اللهی در طول تاریخ مخاطبین خودش رو دعوت به سواد آموزی نکرده. با مردم آنگونه باشیم که دوست داریم با ما آنگونه باشند. صحبت اولم رو با سعید شروع کردم، صحبت آخرم رو هم با سعید به پایان میبرم. این که سعید عزیز، تو چه زنده باشی چه نباشی، یک پرچمی هستی برای این که ما فریب نخوریم. تو یک پرچمی هستی که ما دیگه از کسانی که لباس قرآن پوشیدن، کلامشون به قول خودشون کلام وحی، فریب نخوریم. خبر یک خون، خبر یک ظلم، خبر یک رفتار غیرقانونی با خاموشی قوت بگیره، یعنی به فراموشی سپرده بشه و اون حرکت قوت بگیره. من خانم کریم بیگی اینجا نیست اما یادش به خیر، اما با همین خانم زینالی راه افتادن، رفتن کردستان، رفتن جاهای مختلف، به خانواده هایی سر زدن که سکوت اختیار کردن، بچه‌شون از بین رفته اما بنا به دلایلی سکوت اختیار کردن و رفتن دعوت کردن که شما نباید سکوت کنید. یکی از گلترین زندانیان ما که زیر شکنجه آسیب دید، با اعتصاب قضای خوش آسیب دید و یکی از گلهای ماست، جناب هدا صابر، یک شخصیت بسیار دوست داشتنی، ولی چون اطرافیانش سکوت اختیار کردند هیچگاه به اندازه ستار بهشتی ندرخشید، هیچگاه به اندازه سعید زینالی ندرخشید. یعنی ما سرمایه هامون رو اینجوری از دست میدیم، در حالی که هر کدوم اینها باید خاری باشند در چشم حاکمیت. اما یه خاطره ای این پدر گرامی برای من گفت که خیلی سوزنده بود. میگو من یه گلدون داشتم کنار این پنجره، یه پنجره منزل قبلی هاشون مثلا. میگفت برگ های این گلدون به سمت نور پنجره متمایل بود. من وقتی خسته می آمدم، همسرم خسته می آمد، من یه صندلی گذاشتم کنار این گلدون می نشستم، با او درد دل می کردم. گفتم با ما این رفتار رو کردن، سعید منو مثلا بردن که برگردونن، اینجوری رفتار کردن، اینجوری ظلم کردن، سعید من الان چیکار می کنه؟ میگفت برگ های این گلدون که به سمت نور بود برگشت به طرف من و شروع کرد پژمرده شدن. بعد از یه مدتی خانومم اومد گفت هاشم تو این گلدون رو دغمرگش کردی، ببین چی کارش کردی، چقدر این گلدون پژمرده شده، چقدر با این درد دل می‌کنی. این مرد بزرگ میگه من به یکی از مسئولین گفتم گلدون صدای منو شنید پژمرده شد، ولی شماها صدای منو نشنید. شما خانواده شهدا متعلق به خودتون نیستید، آسیب دیده ها متعلق خودتون نیستید. شما که بخواید که نخواید خون ما رو به حرکت درآوردید. ما مرده بودیم، شما ها ما رو زنده کردید. ما فریب خورده بودیم، شما ما رو بیدار کردید. ما خفته بودیم، ما با جهالت وصلت کرده بودیم، شما ما رو بیدار کردید. این افرادی که به اسم مادران پارک لاله معروفند
از خودشون هیچ ندارن جز این که پرچم شماها رو گرفتن دارن میبرن تو جاهای مختلف نمایش میدن. ما نیازمند این نمایشگری هستیم. اگر شما در کنار ما نباشید ما فرو میفتیم، اگر شما در کنار ما نباشید ما راه رو گم میکنیم. پس سعید عزیز باش تا ما راه رو گم نکنیم. موفق. اولا من خیلی خوشحالم، خیلی خوششانس بودم که دیروز آزاد شدم که امروز بتونم در این جمع حضور داشته باشم. باعث افتخار منه. وظیفه خودم دونستم که از مادرایی صحبت بکنیم که در حال حاضر در زندان هستن. ما 22 نفر زن عقیدتی، سیاسی و فعال مدنی بودیم در زندان که متاسفانه از این 22 نفر 16 نفرشون مادر هستن. فرزندانی دارن با سنین مختلف، از نوزاد، کودک، نوجوان که هر کدوم سن بحرانی خاص خودشونو دارن و من خودم به شخص جز خوشبخت‌تریناشون بودم که این دردها رو نمی کشیدم، ولی شاهد بودم که به ازای هر خبر ناراحت کننده که از طرف بچه‌ها بهشون می رسید چه زجر و دردی رو دارن تحمل می کنن و استوار و زنانه ایستادن، نشکستن، فقط و فقط با این امید که فردایی ساخته بشه که حاکمانمون مهم نیست با چه تفکری، با چه لباسی به اون جایی برسیم که آستانه تحملشون اونقدری باشه حداقل که بتونن نظر متفاوت و یا حتی مخالف رو تحمل کنن. این برای ما کافیه. ولی چقدر قشنگه و چقدر خوشحالم که در جمعی هستیم که میتونیم این صحبت‌های متفاوت و مختلف و شاید مخالف رو بشنویم، تحمل کنیم، براش احترام قائل بشیم و حتی به افتخارشون دست بزنیم. من در خیلی دیگه نمیخوام صحبت کنم، خیلی هم عذر میخوام. اینجا بزرگان واقعا بزرگواری هستن که من حالا باید شاگردی کنم و در آخر کار شاید این افتخار دستی به من بشه که فقط شاگرد خوبی بوده باشم. فقط میخوام به افتخار همه مادرانی که در زندان هستن بلند شیم هممون و دست بزنیم. آینده مانی و جاودان.